بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. از چی چیز می پرسند؟ از خبر بزرگ و مهم که ایشان در آن اختلاف دارند؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. چنین نیست که کافران می پندارند به زودی می دانند که قیامت چیست، و چنین نیست که کافران می پندارند و باز به زودی می دانند که قیامت چیست. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا زمین را همچون گهواره‌ای برای زندگی نساختی؟ و کوها را در آن به حیث میخ‌های قرار ندادیم تا زمین را استوار نگه دارند؟ و شما را جوره جوره آفریدیم و خواب شما را مایه راحت شما قرار دادیم و شب را برای شما لباسی ساختیم که شما را میپوشاند و روز را وسیله معایشت و گزاره روزمره شما گردانیدیم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. و بر بالای سر شما هفت آسمان محکم بنا کردیم و خورشید را در آن چراغ درخشنده قرار دادیم و از ابرهای بارنده آب ریزان فرو باریدیم تا با وسیله آن دانه و گیاه برویانید و باغستانهای دارای درختان غلوی در هم پیچیده را. این یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. واقعا روز جدا شدن حق از باطل وعدگاه است، روزی که در سور دمیده می شود و همه شما گروه گروه می آیید و آسمان گشوده می شود، سپس دروازه دروازه می شود و کوها به حرکت انداخته می شوند و به شکل سرابی در می آیند. این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. براستی که دوزخ کمینگاهی بوده است برای بازگشت سرکشان، در آنجا روزگاران بی نهایت به سر می برند. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. در آنجا نه هوای مطبوع و سردی را در میابند و نه هم آشامیدنی گوارای را میچشند مگر آب جوشان و زرداب را پاداش مناسب. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ایشان واقعا توقع ترس از حساب روز قیامت را نداشتند و نشانه های ما را به گونه بی‌شرمانه تکذیب می کردند و ما همه چیزها را حساب و نوشته کردیم، پس بچشید ثمره اعمال خود را که به چیز جز عذاب بر شما نمی افزاییم.
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. واکن برای پرهیزگاران پیروزی بزرگی است، باغهایی که دور آن دیوار شده و تاکستان انگورها و دوشیزگان انارپستان است هم سن و سالشان و جامهای لبریز پیاپی و صافی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نه در آن سخنان بیهوده می شنوند و نه هم دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. آنها پاداش است از پروردگارت، عطیه حساب شده پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، گمان خداوند رحمان است، هیچ کسی استحقاق سخن گفتن را با او ندارد. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. روزی که روح و دیگر فرشتگان در صفها ایستاده می شوند، هیچ کس جز آن که خداوند رحمان به وی اجازه دهد سخن نمی گوید و او نیز حقیقت را می گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. آن روز حق است، پس هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خود جای بازگشتی را بگیرد. این انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بیگمان شما را از عذابی بیمیدهیم که نزدیک شده است، در روزی که انسان آنچه را دستهای او از پیش فرستاده بود میبیند و کافر در آن روز میگوید ای کاش کف خاکی میبودم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم به کشتگانی که به شدت میکشند، قسم به آنانی که با نشاط میگیرند، قسم به شناورانی که به گونه شناوری میکنند، قسم به آنانی که پیش دستی میکنند، قسم به آنهایی که کارها را به تدبیر به سر میرسانند. یوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه. روزی که همه این زمین را لرزان ده بلرزاند، یعنی سور اول دمیده شود و از پای آن هم ردیف آن بیاید، یعنی سور دوم دمیده شود. قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. در آن روز دلهایی است که در تب و تاب می باشند و چشمهایشان خیره مانده. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره ائذا کنا عظاما نخره. می گویند آیا ما به آفرینش نخستین خود بازگردانده خواهیم شد؟ آیا چنین خواهد شد اگر چه استخوان‌های پوسیده باشیم؟ قالوا تلك اذا كره خاسره. آنگاه میگویند این بازگشت در این حال بازگشت زیانبار است. فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره.
بیگمان این بازگشت با آواز شدیدی صورت می گیرد، پس ناگهان همگان به میدان قیامت قرار می گیرند. هل اتاک حدیث موسی؟ آیا داستان موسی به تو آمده است؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، هنگامی که پروردگارش در وادی مقدس طوا یعنی تور او را فرا خواند. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. و به او هدایت داد که نزد فرعون برو که او واقعا سرکشی کرده است، و برایش بگو آیا میل داری که از گناه پاک شوی؟ و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا از او بترسی. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. در این حال موسی با او معجزه بزرگ را نشان داد، ولی او تکذیب کرد و نافرمانی نمود. سپس روی برتافت و سخت تلاش کرد. سپس مردم را گرد آورد و ندا در داد و گفت من پروردگاری برتر شمایم. همین بود که خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا، بیگمان در این رویداد عبرتی است برای کسی که بترسد. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد؟ سقف آن را برافراشت، پس آن را برابر ساخت، شبش را تاریک کرد و روزش را روشن ساخت، و سپس زمین را گسترانید. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. از آن آب آن را و علفچرهای آن را بیرون آورد و کوها را پایدار و استوار ساخت برای بهره‌یابی شما و چارپایان شما. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. سپس چون آن واقعه بزرگ بیاید، روزی که انسان فعالیت‌های خود را به یاد می‌آورد و دوزخ برای هر بیننده آشکار می‌گردد. فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. سپس هر که سرکشی کرده بود و زندگانی این دنیا را برگزیده بود، پس بیگمان آتش دوزخ جای اوست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و خود را از هوا و هوس باز داشت، پس بهشت جای اوست. یسألونک عن الساعت ایان مرساها، از تو در مورد قیامت می پرسند که چی وقت لنگر انداختن آن است، یعنی واقع می شود. فیم انت من ذکراها، از یاد آن در چی مقام هستی، یعنی در زمینه چی اطلاعی داری؟ الى ربک منتهاها، نهایت علم آن به سوی پروردگار توست. انما انت منذر من
من یخشاها. بیگمان تو صرف بیندهنده هستی برای کسی که از آن بترسد. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. روزی که با آن روبرو شوند گویا ایشان میپندارند که در دنیا جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکردند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. عبس و تولا ان جاءه الاعمى. پیامبر جبین در هم کشید و رو گردانید از اینکه نزد او نابینای آمد. و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا. چی میدانی؟ شاید او پاکی و تقوا پیشه میکرد یا پندی میگرفت و آن پند با او سودمند واقع میشد. اما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. اما کسی که بی‌نیازی نشان داد تو به سوی او رو می آوری و اگر پاکیزه نشود هم بر تو الزام وارد نمی شود. و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. اما کسی که نزد تو بیاید و به سوی تو بشتابد و او از خدا می ترسد پس تو از او روی برمیتابی. نباید چنین شود. این آیات پند دهنده است پس هر که بخواهد از آن پند گیرد. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأیدی سفره کرام برره. در صحیفه های مکرمت اندود والا مرتبه پاکیزه قرار دارد به دست نویسندگان گرامی قدر نیکوکاری. قتل الانسان ما اکثره. کشته شود این انسان که چقدر ناسپاس است. من ای شیء خلقه من نطفت خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. او را از چی آفرید؟ از نطفه یعنی قطره منی او را آفرید و به اندازه متناسب مشخص کرد. سپس راه را برایش آسان گردانید. باز او را میراند و به قبر گذاشت و هرگاه بخواهد باز او را برمی انگیزد. کلا لما یقضی ما امره. نه هرگز چیزی را که با او امر کرده بود به جا نیاورد. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. پس انسان باید به خوراک خود بنگرد. بیگمان ما آب را با وفرت فرو ریختیم سپس زمین را به گونه خاصی شگافتیم و در آن دانه های رویانیدیم. انگور را و سبزیجات را، زیتون را و خرما را، باغهای با درختان غلو را و میوه ها و علفچرها را برای بهره یابی شما و مواشی شما. فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه.
سپس چون قیامت با مشخصه آواز گوش خراش خیش بیاید، روزی که انسان از برادر خود بگریزد و از مادر خود و پدر خود و از زن خود و از اولاد خود. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر یک ایشان در آن روز از خود حالتی دارد که او را از توجه دیگران بی‌نیاز می‌گرداند. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة و وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة. در آن روز روی های تابنده و درخشان، خندان و شادمان، و در آن روز روی های غبارآلود سیاهی آنها را پوشانیده، هم ایشانند کافران بدکار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت. هنگامی که آفتاب در هم پیچیده می شود و هنگامی که ستارگان بی فروغ شوند و هنگامی که کوها به حرکت افتند و هنگامی که اشتران شکمدار با حمل ده ماهه خود به حال خیش گذاشته شوند. و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. هنگامی که جانوران وحشی نمی رمند و جمع می شوند و هنگامی که بحرها مانند آتش افروخته شوند و هنگامی که روحها به بدنها یا مردم هم خوی و خصلت به هم بپیوندند، هنگامی که از دختر زنده در گور شده پرسیده شود که با کدام گناه کشته شده بود. و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. هنگامی که نامه های اعمال گشوده شود و هنگامی که پرده آسمان برداشته شود، هنگامی که دوزخ شعله‌ور گردد و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود، در آن وقت هر کس می فهمد برای خود چی آماده کرده است. فلا اقسم بالقنس الجوار القنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. پس سوگند به آن ستارگانی که باز می گردند، راست می روند و گاهی پنهان می شوند، و سوگند به شب که می آید و می رود و به صبح هنگامی که می دمد. اینه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بیگمان این کلام رسول یعنی فرشته عالی قدریست، صاحب قدرت نزد خداوند صاحب عرش والا، فرمان روا و امانتکار. و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین. و ای مردم، یار و همراه شما دیوانه نیست و بیگمان او را در افق روشن دید. و ما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون. و بر تعلیم اسرار غیب بخیل نیست و نه هم این قرآن سخن شیطان رانده شده از رحمت خداوند می باشد، پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان
مستقیم. این قرآن نیست مگر پندی برای همه جهانیان، برای آن کسی از شما که بخواهد در راه حق پایداری کند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. و شما نمی خواهید پایداری کنید مگر آن که خدای پروردگار جهانیان بخواهد، یعنی به شما توفیق عنایت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. هنگامی که آسمان شگفته شود، هنگامی که ستارگان پراگنده شوند، هنگامی که بحرها منفجر شوند و هنگامی که قبرها گشوده شوند، در آن فرصت است که هر کس می داند که چی چیز را از پیش فرستاده و چی را باز داشته است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي إنسان چی چیز تو را از پروردگار صاحب کرم تو فریفت؟ او که تو را آفرید و باز تو را به شکل بسیار خوبی برابر ساخت و در نهایت اعتدال قرار داد، به همان صورتی که خواست اجزای وجود تو را به هم پیوست ساخت. کلا بل تکذبون بالدین و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. نخیر، چنین نیست که شما می پندارید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. واقعیت این است که بر شما نگهبانانی گماشته شده اند، نویسندگان گرامی قدری که همه کارهای را که انجام می دهید می دانند. این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین. مسلمان نیکوکاران در بهشتند و بیگمان بدکاران در دوزخند که به آن داخل می شوند در روز جزا و از آن غایب نیستند. و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. چی می دانی که روز جزا چیست؟ و باز چی می دانی که روز جزا چیست؟ یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی است که هیچ کس برای کسی دیگری چیزی کردن نمی تواند و در آن روز کار سراسر از آن خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر کم فروشان، آنانی که چون از مردم پیمانه را می گیرند آن را کامل می ستانند، ولی وقتی که برای ایشان پیمانه را می دهند یا برایشان وزن می کنند کم می کنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا ایشان باور ندارند که برانگیخته می شوند در روز بزرگ، روزی که همه مردم به حضور پروردگار عالمیان به پا می خیزند؟ کلا
ان کتاب الفجار لفی سجین. نه چنان است که این نامسلمانان میپندارند یقینا دفتر اعمال بدکاران در سجین قرار دارد. و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. و چی میدانی که سجین چیست؟ کتابی است نوشته شده. ویل یومئذ للمکذبین الذين يكذبون بيوم الدين. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آنانی که روز جزا را دروغ می شمارند. و ما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. و هیچ کس روز جزا را تکذیب نمی کند جز آن تجاوزگر گناهکار که چون آیات ما به او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های پیشینیان است. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نه چنان است که این نامسلمانان میپندارند بلکه اعمالی که کسب کرده اند در دلهایشان زنگ پدید آورده است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. چنین نیست که این نامسلمانان میپندارند بیگمان ایشان از دیدار پروردگار خیش در آن روز در حجابند. ثم انهم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. و باز به دوزخ داخل می شوند. سپس گفته می شود این است چیزی که آن را تکذیب می کردید. کلا این کتاب الابرار لفی علیین. چنین نیست که این نامسلمانان می پندارند بیگمان کتاب اعمال نیکوکاران در علیین است. و ما ادراک ما علیون. و چی میدانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون. کتابی است نوشته شده که آن را مقربان مشاهده یعنی مراقبت می کنند. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بیگمان راستکاران در ناز و نعمتند بر تختهای عزت قرار دارند به هر سو تماشا می کنند در چهره هایشان تراوت و نشاط برخورداری از نعمتها را تشخیص می دهی. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. از شراب خالص سر به مهر نوشانیده می شوند. مهر آن مشک است و در حاصل کردن این مقام باید که پیش گیرندگان پیشی بگیرند. و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. این شراب ممزوج با تسنیم است چشمه‌ای که از آن مقربان درگاه الهی می نوشند. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. روزی بود که بیگمان گناهکاران بر مؤمنان میخندیدند و چون بر آنها میگذشتند چشمک میزدند و هنگامی که به سوی خانواده خود برمیگشتند خوشطبعی و شوخی میکردند. و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون و ما ارسلوا عليهم حافظين. و
چون آنها مسلمانان را می دیدند می گفتند اینها واقعا گمراهانند، در حالی که آنها برای مراقبت احوال مسلمانان فرستاده نشده بودند. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. اما امروز مؤمنان بر کافران می خندند، بر تخت های قرار دارند و به هر سو تماشا می کنند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا کافران به جزای اعمالی که انجام می دادند رسیدند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنگامی که آسمان شق شود و با حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، و هنگامی که زمین هموار شود و آنچه را که در اندرون دارد بیرون اندازد و خوب خالی شود و به حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، در آن وقت است که حقایق برملا می شود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. و تو ای انسان بیگمان در راهی که به سوی پروردگار خود داری زحمت فراوان میکشی و در آخر کار با او ملاقی میشوی. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. پس کسی که نامه اعمال او به دست راستش داده شد با او به زودی و آسانی حساب می شود و به خوشی به سوی کسان خود بر می گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا. ولی کسی که نامه اعمال او از پشت سرش داده شد به زودی مرگ را فرا می خواند و در آتش فروزان در آورده می شود. اِنَّهُ كَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا. بگمان او در دنیا در میان کسان خود شادمان بود. اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَحُورُ. واقعا او فکر کرد که به سوی ما رجوع نمی کند. بلا این ربه کان به بصیرا. نخیر، یقینا پروردگارش به حال او بینا بود. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. پس به سرخی شام سوگند می خورم و به شب و آنچه را جمع‌آوری کرده است و به ماه وقتی که کامل یعنی بدر گردد، بیگمان هر یک شما از مرحله به مرحله دیگر وارد می شود. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. پس چی شده است ایشان را که ایمان نمی آورند و هنگامی که قرآن به ایشان خوانده می شود سجده نمی کنند، بلکه کافران پیوسته آن را تکذیب می کنند. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوحُونَ فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. و خداوند به آنچه با خود دارند داناتر است، یعنی به اسرار نهانیشان آگاه است، پس ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده
جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، برای ایشان مزدی است همیشگی که هرگز به آخر نمی رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود. قسم به آسمان دارای برج ها و قسم به روزی که وعده شده و قسم به گواه و چیزی که مشاهده می شود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود. هلاک شدند اهل خندق، آتش دارای هیزم بسیار، هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و آنچه را بر مسلمانان می کردند با خونسردی مشاهده می نمودند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. از آنها انتقام نمی گرفتند جز این که با خداوند صاحب قدرت مانی و ستوده ایمان آورده بودند، ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر هر چیز گواه است. این الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بیگمان آنانی که مردان مسلمان و زنان مسلمان را زجر دادند و توبه نکردند، برای ایشان عذاب دوزخ است و برای ایشان عذاب آتش سوزان است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. و بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند، برای ایشان باغهایی است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و این است پیروزی بزرگ. این بطش ربک لشدید. حقا که گرفتار کردن پروردگار تو چون کسی را گرفتار کند شدید است. اینه هو یبدئ و یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. واقعاً هم اوست که از اول می آفریند و زندگی را اعاده می کند و اوست آمرزگار و بسیار دوست دارنده، صاحب عرش با شکوه و جلال، هرچی را بخواهد انجام داده نیست. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. آیا برایت داستان لشکرها آمده است؟ لشکرهای فرعون و ثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ولی با این هم کافران در تکذیبند، یعنی کارشان تکذیب است و خداوند از عقبشان بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نه چنان است که کافران می پندارند، بلکه این قرآن است مجید، یعنی با شکوه و با عظمت و در لوح محفوظ قرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار می شود
و چی چیز تو را آگاه ساخت که پدیدار شوینده در شب چیست؟ ستاره ایست درخشان، کسی نیست که بر او نگهبانی نباشد. فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان فکر کند که از چی آفریده شده است. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، از قطره آب جهنده آفریده شده است که از میان تیر پشت و استخوانه های سینه بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر، یقینا که او جل هو علی شانه او بر بازگرداندن وی تواناست، یعنی قدرت دارد انسان را بعد از مرگ او زنده کند. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، روزی که اسرار برملا می شود پس او نیروی و یاوری ندارد تا از خود دفع کند. و السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل، قسم به آسمان دارای باران و قسم به زمین دارای شگاف که روینده ها آن را می شگافند و از آن سر برمی آورند. بیگمان این کلام است قاطع میان حق و باطل و این شوخی نیست. اینهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا، واقعا آنها به گونه دسیسه می چینند، من نیز در برابر دسیسهشان طرح می ریزم، یعنی جزای مکرشان را می دهیم. پس کافران را مهلت بده، ایشان را اندکی مهلت بده. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، نام پروردگار بلند مرتبه خود را به پاکی یاد کن، آن که آفرید و آنگاه برابر ساخت و آن که اندازه کرد و آنگاه راه نمود، آن که علف را برای حیوانات از زمین برآورد و باز آن را خشک و سیاه گردانید. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، به زودی قرآن را به گونه بر تو می خوانیم که آن را فراموش نکنی مگر آنچه را خداوند بخواهد، بیگمان او آشکار و پنهان را می داند. و نیسرک للیسرا فذکر این نفعت الذکرا، و تو را به دست یافتن به آن شیوه آسان توفیق می دهیم، پس پند بده اگر پند سودمند افتد. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى، کسی که از خدا بترسد به زودی پند خواهد گرفت، ولی بدبخترین مردم از آن کنار می گیرد، آن که به آتش بزرگ یعنی آتش دوزخ می سوزد، به گونه ای که در آن نه هم می میرد و نه هم زنده می ماند. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، ولی کسی که تقوا پیشه کرد رستگار می شود و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز ادا کرد. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، بلکه این مردم نامسلمان زندگی دنیا را مرجح می شمارند اما آخرت بهتر و پایدارتر است. این هذا
فی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. و این امر در صحیفه های سابق آسمانی درج است، صحیفه های ابراهیم و موسی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. هل اتاک حدیث الغاشیه؟ آیا به تو داستان قیامت یعنی مصیبت فراگیر رسیده است؟ وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حامیه تسقى من عین آنیه. چهره های است در آن روز که گرد خواری بر آن نشسته، رنج کشیده، بسیار محنت دیده، که در آتش سوزان می سوزند و از چشمه داغی جوشان نوشانیده می شوند. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. برایشان طعامی نیست مگر ضریع که نه چاق می کند و نه هم گرسنگی را برطرف می سازد. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه. چهره های دیگر است در آن روز شاداب و مرفه، خرسند از کوشش خیش، در بهشت برین که در آن سخنی بیهوده نمی شنوند، در آن چشمه هایست روان. فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مبثوثه. در آن تخت های بلندی قرار دارد و جام های نهاده شده، بالش های ردیف شده است و فرش های فاخر گسترده شده. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. آیا به اشتر نمی نگرند که چطور آفریده شده و به آسمان که چطور بلند شده است و به کوها که چگونه پا بر جای و استوار برافراشته شده اند و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ پس پند بدی زیرا واقعا تو پند دهنده ای. لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. تو بر ایشان مسلط نیستی مگر کسی که رو گردانید و کافر شد، پس خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات می کند. این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم. بیگمان بازگشت ایشان به سوی ماست و باز حسابشان بر ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. و الفجر و لیال عشر و الشفع والوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر. قسم به بامداد و به شبهای دهگانه و به جفت و تاق و به شب چون سپری شود، آیا در اینها سوگندی برای خردمندان هست؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد.
آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چی کرد؟ با شهر ارم دارای ستونهای بلند چی کرد؟ که مثل آن در هیچ سرزمین ساختن نشده بود و با قوم سمود که صخره‌های بزرگ سنگ را در وادی تراش داده بودند و با فرعون صاحب میخواب الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد. چون اینها کسانی بودند که در شهرها بنای سرکشی را گذاشتند و با فساد پیشگی زیاد دست یازیدند، بنابران پروردگار تو عذاب را به شدت بر آنها فرو ریخت. بیگمان پروردگارت در کمینگاه است. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. اما انسان چون وی را پروردگارش آزمایش کند و او را عزت و نعمت عطا کند، با تکبر می گوید پروردگارم مرا عزت داد. و اما چون او را آزمایش کند و روزی او را بر وی تنگ سازد، در یأس می گوید پروردگارم مرا اهانت کرد. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. چنین نیست که شما میپندارید، بلکه واقعیت این است که شما یتیم را عزت نمی کنید، یک دیگر را به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کنید و حقوق میراث دیگران را همگی و تمامی می خورید و مال و دارایی را با عشق بسیار دوست دارید. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. نه چنان است که شما میپندارید، هنگامی که زمین با کوبیدن بسیار شدید بعد از کوبیدن دیگر کوبیده شود و پروردگار تو بیاید و فرشتگان در صف بعد از صف دیگر قرار گیرند و جن و انس را در محاصره بکشند و دوزخ در آن روز آورده شود، در آن روز است که انسان پندشنو می شود، ولی این پندشنیدن او چی فایده ای را به همراه خواهد داشت؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میگوید افسوس است به حال من، ای کاش چیزی یعنی اعمال نیکو را برای این زندگی یعنی آخرت خیش از پیش میفرستادم. فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. پس در آن روز هیچ کس به مانند عذاب او جل و علا شان او عذاب نمی کند و هیچ کس به مانند زنجیر و الچک بسته کردن او بسته نمی کند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. و تو ای انسان آرامش یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. پس در زمره بندگان مخلص من داخل شو و در بهشت من درآی. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم به این شهر و تو باشنده این شهر هستی و قسم به پدر و فرزندانی که به وسیله آدم به دنیا آمده است، بیگمان انسان را در رنج و مشقت آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا فکر می کند که هیچ کس بر او قدرت نمی یابد؟ یقول اهلکت مالا لبدا. افتخار کرده میگوید ثروت زیادی خرج کردم. ایحسب ان لم یره احد. آیا فکر میکند کسی او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه. آیا برای او دو چشم نیافریدیم و زبانی و دو لب و به او دو راه را نشان ندادیم؟ ولی او با تحمل رنج و زحمت راه سخت و دشوار گذاری را سپری نکرد. تو را چی آگاه ساخت که راه سخت و دشوار گذار چیست؟ فکو رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. سپری کردن این راه عبارت است از آزاد ساختن اسیر یا دادن طعامی در روز گرسنگی برای یتیم خویشاوند یا برای مسکین زمینگیری. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. و باز در عین حال از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یک دیگر را به صبر توصیه کرده و نیز به مهربانی توصیه نموده اند. اولئک اصحاب المیمنه. هم ایشانند یارانی دست راست. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. و آنانی که از آیات ما انکار ورزیده ایشان یاران دست چپند. علیهم نار مؤصده. بر ایشان چنان آتشی است که همه روزنه های آن بسته است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. و الشمس و ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. قسم به آفتاب و درخشندگی پرشکوه آن و به ماه چون به دنبال آن می آید و به روز چون شکوه آن را آفتاب تجلی می دهد و قسم به شب چون آن را می پوشاند. و السماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبه آسمان و ذاتی که آن را بنا کرد و به زمین و ذاتی که آن را هموار کرد و به نفس انسان و ذاتی که آن را برابر ساخت و به او فجور و تقوایش را الهام کرد، واقعا رستگار شد کسی که آن را پاکیزه ساخت و زیانکار شد کسی که آن را آلوده ساخت. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قوم سمود با سرکشی خیش حق را تکذیب کردند. آنگاه که شقیترینشان دست به کار شدند، سپس رسول خدا به ایشان گفت اشتر خدا را با آبخورش به حال خودش بگذارید. فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. او را تکذیب کردند و اشتر را پی کردند، پس پروردگارشان ایشان را به سبب گناهشان به عذاب فراگیر محو کرد و سرزمینشان را هموار ساخت و خداوند از پیامد آن هراس ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم به شب چون همه چیز را می پوشاند و به روز چون متجلی می شود و به آنچه از نر و ماده آفریده است، بیگمان کوشش های شما گوناگون است. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. پس کسی که در همه وجوه خیر به داد و دهش پرداخت و پرهیز پیشه کرد و سخن نیکو را تصدیق کرد، پس راه او را به سرای آسایش یعنی بهشت هموار می سازیم. و اما من بخل و استغنى و کذب بالحسنى فسنیسره للعسرى. اما کسی که بخل کرد و خود را بی نیاز پنداشت و سخن نیکو را تکذیب کرد، پس راه او را به سرای دشواری یعنی دوزخ هموار می سازیم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردى. و چون به گور انداخته شود، مالش او را از عذاب خداوند بی نیاز ساختن نمی تواند. این علینا للهدى و این لنا للآخرة والأولى. بیگمان راه نمودن او بر ماست و بیگمان آخرت و دنیا از آن ماست. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. پس شما را از آتش شعله‌ور ترسانیدیم، کسی با آن جز بدبخترین مردم نمی سوزد، آن که آیات الهی را تکذیب کرد و رو گردانید. و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا. و به زودی پرهیزگارترین مردم از آن باز داشته می شود، آن که مالش را در راه حق می دهد تا پاکیزه شود. و ما لی احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. و هیچ کس بر او حق نعمتی ندارد تا جزای آن داده شود جز جستن خوشنودی پروردگاری والا مرتبه خیش را، و به زودی خوشنود می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما خلا. قسم به روشنایی چاشتگاهان و به شب هنگامی که آرام گیرد که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است. وللآخرة خیر لك من الأولى. و بیگمان برای تو آخرت از دنیا بهتر است.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. و به زودی پروردگارت به تو چیزی را عنایت می کند که خوشنود شد. الم یجدك یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. آیا تو را یتیم نیافت و برای تو پناه داد و تو را سرگردان یعنی بی اطلاع از احکام شریعت یافت و رهیاب ساخت و تو را نیازمند یافت و بی نیاز گردانید؟ پس بر یتیم قهر مکن. و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. و بر سائل بانگ مزن و نعمت پروردگارت را بیان کن، یعنی آن را به دسترس همگان قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك. آیا ما برایت سینه ات را فراخ نکردیم و از تو آن بار تو را بر نداشتیم که پشتت را خم کرده بود و نام تو را رفعت بخشیدیم، یعنی ذکر تو را جاودانه گردانیدیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پس بیگمان با هر دشواری آسانیست، بیگمان با هر دشواری آسانیست. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. پس چون فارغ شدی پس بپا خیز و بازاری و التماس به سوی پروردگار خود روی آور. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. قسم به انجیر و به زیتون و به کوه سینا و این شهر امن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم انسان را به بهترین شکل و متناسب ترین هیئت آفریدیم، سپس او را به پایان ترین مراتب فرو ماندگان قرار دادیم، جز آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند که برای ایشان پاداشی است که هرگز قطع نمی شود. فما یکذبک بعد بالدین. پس بعد از همه این حقایق مبرم چی چیز تو را به تکذیب روز جزا واداشت؟ فلیس الله بی احکم الحاکمین. آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. بخوان به نام پروردگار خیش آن که آفرید انسان را از پارچه خون بسته آفرید. اقرأ و ربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بخوان و پروردگارت بسیار کریم است آن که انسان را با وسیله قلم علم آموخت، با انسان آن چرا نمیدانست آموخت. کلا ان الانسان لیفا
چنان است که شکر نعمتهای خدا و جا آورده می شود، بلکه بیگمان انسان سرکشی می کند چون خود را بی نیاز می بیند. این الى ربك رجعا، بیگمان بازگشت به سوی پروردگاری توست. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، آیا دیدی کسی را که باز می دارد بنده را چون نماز می خواند؟ ارأیت این کان علی الهدى او امر بالتقوى، آیا دیدی اگر برای راست باشد یا مردم را به پرهیزگاری سفارش کند؟ ارأیت این کذب و تولا، آیا دیدی اگر حق را تکذیب کند و رو گرداند؟ الم یعلم بان الله یرا، آیا نمی داند که بیگمان خدا اعمالش را می بیند؟ کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه، ناصیه کاذبه خاطئه، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ، كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. نه چنان است که او میپندارد اگر از این کارها خودداری نکند موهای بالای پیشانیش یعنی کاکلش را به آتش میگیریم، کاکل پیشانی دروغگوی خطاکار را. بگذار که او هم نشینان مجلس خود را بخواهد، ما هم معذفان دوزخ را فرا میخوانیم. نه چنان است که او میگوید از او فرمان مبر و سجده کن و تقرب بجو. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. اینا انزلناه فی لیلت القدر، بیگمان این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، و چی چیست را آگاه ساخت که شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماه است. تنزل الملائکت و روح فیها بی اذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. در آن فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشان برای هر کار فرود می آیند و از همه چیز سلامتی و آرامش است. این حالت تا طلوع بامداد دوام دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. کافران از اهل کتاب و مشرکان به پندار خیش تا هنگامی از دین خود باز نمی گشتند که به ایشان حجت روشن بیاید. پیامبری از جانب خدا و به ایشان صحیفه های پاکیزه را بخواند که در آن کتاب یعنی احکام استوار می باشد. و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، ولی برعکس هرگز از اهل کتاب از حق متفرق نشدند مگر بعد از اینکه روشنی از جانب خدا آمد. و ما و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة
و ذلك دین القیمه. و در حالی که مأمور نشده اند مگر به این که خدا را با کمال اخلاص بپرستند و عقیده داشته باشند که دین از جانب اوست و در این حال از هر نوع انحراف برکنار باشند، نماز را به تمام و کمال ادا کنند و زکات بدهند و این از دین صحیح و استوار. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. بیگمان کسانی از اهل کتاب که کافر شدند و نیز مشرکان در آتش دوزخ هستند، در آنجا همیشه به سر میبرند، ایشان بدترین مخلوقات هم. این الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ایشان بدترین مخلوقات هستند. جزا پاداششان نزد پروردگارشان بهشت‌های جاودان است که در زیر درختان آنها رودبارها جریان دارد، در آنجا جاودانه به سر می‌برند. خداوند از ایشان خوشنود شد و ایشان از خداوند خوشنود شدند. این است سرنوشت برای کسی که از پروردگار خود بترسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان وقتی که زمین با همان زلزله شدید خود رو برو شود و زمین گرانباری های خود را بیرون افکند، به گونه ای که انسان بگوید زمین را چی شده است، در آن روز زمین خبرهای خود را بیان می کند به سبب آن که پروردگار تو به آن امر کرده است. یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در آن روز دسته دسته از مردم به گونه متمایز و جدا شده براه می افتند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. پس هر که به وزن ذره خوبی کرده باشد آن را می بیند. و من یعمل مثقال ذره شر یره. و هر که به وزن ذره بدی کرده باشد نیز آن را می‌بیند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا. قسم به اسبهای غازی که در حین تاختن جرقه های آتش می افروزند و باز به حمله برندگان صبحگاهی که از اثر تماس سم خیش به زمین و غبار یا جرقه آتش بالا می کنند و با آن در قعر اجتماع دشمن در می آیند. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه
شدید. بیگمان انسان بر پروردگار خود ناسپاس است و خود بر این گواه می باشد و بیگمان به ثروت علاقه شدیدی دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور این ربهم بهم یومئذ لخبیر. آیا نمی دانند هنگامی که آنچه در گورستان است برانگیخته شود و آنچه در سینه هاست آشکار شود، بیگمان در آن روز پروردگارشان و اعمال ایشان کاملا آگاست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. واقعه سخت کوبنده. آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ و چی چیز تو را آگاه ساخت که آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. روزی است که در آن مردم چون پروانه ها پراگنده می باشند و کوها چون پشم رنگین ندافی شده می باشند. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. پس کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سنگین شد در زندگی خوشنودانهی به سر می برد. و اما من خفت موازینه فأمه هاویه. اما کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سبک شد، پس پناهگاه او هاویه یعنی دوزخ است. و ما ادراک ما هیه نار حامیه. و چی چیز تو را آگاه ساخت که این هاویه چیست؟ آتش است نهایت سوزاننده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حرص افزونی در مال و ثروت شما را از آخرت غافل گردانی تا اینکه قبرها را دیدید. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. نخیر، چنین نیست. به زودی حقیقت را خواهید دانست. نخیر، باز هم چنین نیست. به زودی حقیقت را خواهید دانست. کلا لو تعلمون علم الیقین. نخیر، اگر علم یقین را می دانستید این روش را اختیار نمی کردید. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یقیناً آتش دوزخ را می‌بینید، سپس آن را با چشم یقین می‌بینید، پس در آن روز درباره نعمت‌هایی که بر آن اتکا داشتید پرسیده خواهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به زمانه، بیگمان انسان در زیان است جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و همدیگر را به حق توصیه کردند و یکدیگر را به صبر و ثبات سفارش نمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. ویل لکل
وای بر هر طعنه زنده عیب جوی که ثروت را انبار کرد و آن را برشمرد. می پندارد که ثروتش عمر او را جاودانه می سازد. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. نه چنان است که او می پندارد، یقینا در حطمه یعنی آتش انداخته می شود. چی چیز تو را آگاه ساخت که حطمه چیست؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آتش افروخته خدایی است که بر دلها سر می کشد. انها علیهم مقصده فی عمد ممدده. بیگمان این آتش بر ایشان بسته شده است در ستونهای درازی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. آیا دسیسه ایشان را بی اثر نساخت؟ بر ایشان پرندگان ابابیل را فرستاد که ایشان را با سنگهای گل پخته می زدند و ایشان را همچون کاهی خورده شده گردانید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف. به سبب انس قریش، انس ایشان به سفر زمستانی و تابستانی. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پس باید پروردگار این خانه را بپرستند، ذاتی که ایشان را در گرسنگی طعام داد و در برابر ترس ایمن ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا کسی را که روز جزا را تکذیب می کند دیدی؟ فذلك الذی یدعو الیتیم ولا همان کسی است که یتیم را با اهانت میراند و به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. پس وای بر آن نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنانی که ریا می کنند و سامان مورد نیاز نیازمندان را از ایشان دریغ می دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اینا اعطینا کالکوثر. بیگمان به تو چشمه کوثر را دادیم. فصلی لربک وانحر. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. این شانئک هو الابتر. بیگمان دشمن تو یعنی کسی که تو را به زشتی یاد می کند ابتر یعنی دنبوریده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل یا
ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. و نه هم هرگز من پرستنده چیزی هستم که شما آن را می پرستید و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم. لکم دینکم ولی دین. برای شما است دین شما و برای من است دین من. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه به دین خداوند داخل می شوند، پس پروردگار خود را به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخوا، حقاً او بسیار توبه پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبت یدا ابی لهب و تب. دست های ابو لهب یعنی پدر شعله های آتش خشک شود و خود او هم هلاک شد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مال او و دست رنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد. سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. به زودی به آتش شعلوری داخل می شود و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را به دوش می کشید. در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خرما حلقه زده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو او خدای یکتاست، خدای بی نیاز است، نزاده است و نزاده شده است و برای او هیچ کسی سیال نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بگو پناه میبرم به پروردگار صبح از شر آنچه آفریده است و از شر تاریکی هنگامی که گسترش می‌یابد، از شر آنانی که در گریه ها می‌دمند و از شر هر حاسدی چون حسد می‌ورزد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل اعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
جنت و النار. بگو با پروردگار مردم، با پادشاه مردم، با خداوند مردم پناه میبرم. از شر وسوسه کننده پنهان شونده، آن که در دلهای مردم وسوسه می افکند، از جنیان و مردم. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.